برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. اعزام زائران ایرانی به عمره پس از 9 سال وقفه از بامداد دوشنبه 3 اردیبهشت ماه از سر گرفته شد. علاوه بر مقام‌های دولت ایران، عبدالله بن سعود الانزی سفیر عربستان سعودی در ایران هم در مراسم بدرقه حج‌گزاران در فرودگاه بین‌المللی تهران حضور داشت. به گفته مقام‌های سازمان حج و زیارت، دو کاروان 85 نفره روز دوشنبه عازم عربستان سعودی شدند. پس از عادی سازی روابط تهران و ریاض با میانجیگری چین در اسفند سال 1401 قرار شده بود، اعزام متقاضیان حج عمره به عربستان سعودی از اواخر پاییز سال گذشته از سر گرفته شود. با این حال اجرای این برنامه تا کنون و به دلیل آنچه مقام‌های ایرانی مشکلات فنی عنوان کرده بودند انجام نشده بود. روز گذشته خبرگزاری تسنیم ایران هم در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که عربستان پذیرش عمره‌گذاران را محدود کرده است. سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف گزارش داده که باران‌ها و سیلاب‌های یک هفته اخیر در افغانستان در کنار تلفات جانی خسارات زیاد مالی هم به جا گذاشته است. در گزارش این سازمان آمده است که در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌های اخیر 900 خانه به شکل جزئی و یا کامل ویران شده و 93 هزار هکتار زمین زراعتی هم آسیب دیده است. اسلامیک ریلیف افزوده است در مجموع 1500 خانواده در نتیجه سیلاب‌های اخیر متضرر شدند و صدها دام هم تلف شده است. بر اساس گزارش‌ها شمار تلفات جانی این رویدادها حدود 100 کشته و 60 زخمی بوده است. باران‌های شدید و سیلاب‌ها در حالی در روزهای اخیر به مردم افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های کمک رسانی بین‌المللی افغانستان با فقر و بحران اقتصادی کم سابقه روبروست. معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران اظهار داشت مصرف شکر در ایران 3.5 برابر نرخ جهانی و مصرف نمک 4 برابر جهان است که باید این روند اصلاح شود. گفتنی است که نمک و شکر معمولاً به عنوان طعم دهنده های غذا مورد استفاده قرار می گیرند، اما مصرف بیش از حد نمک و شکر منجر به اختلال و عوارضی خواهد شد. مصرف زیاد نمک باعث افزایش فشار خون، سرطان معده، ابتلا به چاقی، اختلالات کلیوی، ایجاد نفخ، پوکی استخوان و تنگی نفس می شود. مصرف زیاد شکر هم باعث افزایش خطر ابتلا به سوء هاضمه، بیماری‌های قلبی، اختلالات گلوکوز خون، افزایش وزن و چاقی، کاهش انرژی، نوسانات قند خون و کاهش تمرکز و حافظه می شود.